شخصی رفیق تیپامو نمیخوره به هم، نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماهی ادا زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتین. ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عطرس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازی متیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد هست، بی خودی یه دست کتک بود. شما نمس بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در راهی نداشتیم، ما جزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. سلام، با یه برنامه از سری برنامه‌های دیگه گپ در خدمتتون هستیم، البته با تغییرات جزئی که برای بهتر شدن برنامه این تغییرات ما ایجاد کردیم. مهمان این هفته ما طراح و کاریکاتوریستی هست که میدونم همه شما دوستش دارین و کارهاشو دنبال میکنین. مانای نیستانی تا چند دقیقه دیگه به استدیوی کوچیک ما میاد. با ما همراه باشین. مانو خیلی خوش اومدی به برنامه گپ و ممنون که دعوت ما رو قبول کردی. خواهش میکنم، خیلی خوشحال هستم که اینجا. خب مانو جان، از شروع فعالیت‌های حرفه‌ایت شروع کنیم. از کی فعالیتات رو به طور حرفه‌ای شروع کردی؟ در واقع کار حرفه‌ای ما از کجا شروع کردم؟ چون از بچگی طبعا مثلا همه بچه‌ها نقاشی می‌کشیدم، کاریکاتور می‌کشیدم و دوست داشتم این کار رو. اما اینکه چاپ بشه و شروع بشه به چاپ شدن سال 68 بود با نشریه صنعت حمل و نقل، و نشریه کاریکاتور و طنز نبود، و اینکه در اون زمان در دهه 60 خیلی در حقیقت نشریه طنزی که جدی باشه و متفاوت به ماجرا نگاه کنه، یا اصلا نشریه طنز اونقدر وجود نداشت یا انتخاب ها خیلی نبود. اکثر کارتونیست ها که متفاوت تر کار میکردن لااقل در نشریات جدی به کار تصویرسازی در حقیقت کارتونی مشغول بودن، یعنی برای مقالات تر میکشیدن. منم برادر بزرگترم تو کنیستانی که کارتونیست بسیار قدرتمند و با سابقه ایست اونجا کار میکرد، فعالیت میکرد طبعا،
زمینه شد که من هم از اونجا کار رو شروع کنم و ادامه دادم دیگه. فکر نمی‌کردم، یعنی اون موقع میشه فکر نمی‌کردم که این تبدیل بشه به حرفه من. همزمان دانشگاه قبول شدم، رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد بود، یعنی تخت گاز تا فوق لیسانس رفتم. همزمان در کنارش کار کاریکاتور و طراحی رو ادامه میدادم با نشریاتی مثل آدینه، مثل ایران فردا، مثل پیام امروز و خیلی نشریات دیگه، اقتصادی، ادبی، اجتماعی، و ادامه پیدا کرد تا سال 85 که از ایران خارج شدم. حالا قبل از این مسئله میخواستم بگم، تو اون موقعی که شروع به کار کردی، اون زمان جنگ و بعد از جنگ و اینا، آیا مشکل داشتی؟ یعنی خیلی سانسور میشدی و اینکه نه راحت کار میکردی تو اون زمینه که کار میکردی مشکل نمیخوردی؟ سال 68 که من کار رو شروع کردم، از اینجا خوب یادم مونده که هول و هوش 68 بود که یادم، یه خاطرات مبهمی دارم که همزمان با ارتحال آقای خمینی بود. اون موقع جنگ تموم شده بود، جنگی در کار نبود دیگه، ولی فکر کنم داشتیم وارد فضای دوران سازندگی می شدیم، ولی سانسور همیشه بود، دوره بسته‌ای بود، سانسور همیشه اذیت می کرد و هنوز هم اذیت میکنه، و ولی ما رو یه جوری بار آورده بودن، یه جوری تربیت کرده بودن که خودمون خود به خود چی بهش میگن، خود سانسوری دیگه. درسته. یعنی خیلی اصلا سمت خطوط قرمز نریم یا جوری بریم که خیلی به اصطلاح اون سنسورا رو تکون نده و از لابلاش رد بشیم. خب این فضا من فکر میکنم دوم خرداد تا یه حدودی شکست، یعنی دوم خرداد به نسبت مطبوعات بیشتری شروع به کار کردن. میخواستم اینم این فضا تأثیری برای رشد کاری تو بود؟ من فکرم طبعا بله بود، نه فقط من، برای اصلا کلا کارتون مطبوعاتی ایران و کارتونیستای ایرانی. اولین چیزی که باعث شد، یعنی اولین سبب خیری که شد، افزایش فضای کار بود. یعنی ناگهان فضای رسانه‌ای، روزنامه‌ای ایران که منحصر بود به یکی دو تا روزنامه مثل اطلاعات و کیهان و البته همشهری که چند سالی بود اومده بود و این مقدار دو قطبی شکسته بود، ناگهان خودش رو روبرو دید با یک موجی از روزنامه‌های متفاوت مثل جامعه و بعداً توس و غیره، یا روزنامه صبح امروز، آفتاب امروز، مشارکت، چرچه آزاد، غیر زالک، و ستون‌های کاریکاتور از دل اینها در اومد و بچه‌ها مشغول به کار شدند. اتفاق دیگه که برای ما افتاد، جدای از قضیه تعدیل در واقع محدودیت‌ها، این بود که ناگهان خودمون رو با مخاطب وسیع‌تری روبرو دیدیم. یعنی که من تا قبل از اون فرضاً توی نشریات مثل آدینه کار می‌کردم با مخاطبین خاص، با فرضاً کسانی که میدونید احتمالاً مخاطب یک نشریه فرهنگی و ادبی هستن، و طبعاً طرحی هم که اونجا عرضه میشه مقدار انتزاعی‌تر هست یا نخبه‌گراتر هست یا روشنفکرانه‌تر هست. ناگهان وارد فضای روزنامه شدیم و باید خودمون رو به نوعی سازگار میکردیم با این فضای جدید، با این مخاطبین وسیع‌تر، و این طول کشید، و این طول میکشید. ولی خب اسباب شروع تغییراتی در نگاه ما نسبت به کارمون و مخاطبین شد، به اضافه اینکه به قول شما خیلی از چیزهایی که توی آفساید بود و ممنوع بود کما بیش از آفساید در اومد، هر چند خطر همچنان بود، یعنی میشد لااقل اونها رو کشید و چاپ کرد و بعد ترسید و لرزید که نکنه بیفتیم زندان. درسته. بعد سه تا کتاب چاپ کردی میدونم تو ایران. این سه تا کتابو توی کدوم دوران چاپ کردی؟ زمان اصلاحات یا قبلش؟ طبعا زمان اصلاحات، یعنی قبلش کاملا این رویایی و بعید به نظر میرسی. من خاطرم هست که در یک نشریه کار میکردم و یک بار طرحی کشیده بودم به عنوان طرح روی جلد. این نشریه مربوط به کتاب بود و سردبیر نگاهش کرد و گفتش که خب خیلی خوبه، نمیتونی اینو بذاریم، ولی خب میرسدیم که همیشه وزیر ارشاد نخواهد بود. ولی اینو خودش هم با یه لحنی میگفت، یعنی انگار که حالا نمیدونم بزک نمیر بهار میاد یا همچی چیزی. واقعا هیچ که امید نداشت که این
تو اون شرایط خفقان محض تغییر حاصل بشه. یعنی وقتی که ناگهان خاتمی بالا اومد و رأی آورد و فضای سیاسی فرهنگی تکون خورد، ما واقعا شوکه شدیم و واقعا به نظر رویایی می اومد و البته خیلی هم شاید خیلی هم زیاد از حد رویابین شدیم، فکر کردیم که این خیلی ریشه دار هست یا خیلی همه چی حل شده و همه چی کاملا در سرازیری تغییر و اصلاح و تهدید و غیره هست و زاله، که به هر حال ولی این فضایی ساخت که بشه سری روزنامه و مجله رو برد و کتاب چاپ کرد. اون سه تا کتاب هم حاصل همین دوران هست، هرچند برای انتشار اونها هم خیلی راحت من در حقیقت فضای راحتی نداشتم و خیلی راحت نتونستم براشون مجوز بگیرم. لااقل برای کتاب دوم و سوم متحمل سختی هایی شدم تا مجوز بگیرم. آقای که از جایی شروع شد که قرار شد که هر کسی در نشریه توانه یک کمیک استریپی شروع بکنه و یک شخصیتی داشته باشه، ولی قرار نبود که خیلی حالت داستان مصور به خودش بگیره و دنباله دار. من دوست داشتم این تجربه رو انجام بدم، این کار رو کردم، یه کاراکتر خلق کردم. همزمان بحث قتل زنجیره‌ای خیلی داغ بود، چون دقیقاً یادم این سال 78 79 بود که من شروع به طراحی مجموعه کابوس در توانا کردم، ماجرای آقای کا. تصمیم گرفتم که اشاره‌ای بکنم به وضعیت روشنفکران و دیگراندیشان در ایران. برای همین کاراکتری که ساختم یک شاعر و نویسنده‌ای بود که البته در طول داستان هیچ وقت نه می‌نویسه نه شعری میگه، برای اینکه اصلاً فضا بهش این اجازه رو نمیده و مدام داره از یک شبحی به اسم آقای کلاهشاپویی فرار میکنه که در کابوس‌ها و خواب‌هاش میخواد اون رو به قتل برسونه. و سعی کردم هر هفته اشاراتی بکنم به مسائل اجتماعی و سیاسی روز و اینجوری بود که شکل گرفت و خلق شد. خیلی خیلی شوخی‌های بروزی داشت، یعنی شاید الان کابوس رو نگاه بکنید خوبی جای خنده‌دار به نظر بیاد، یه جایی نفهمید یا نامفهوم باشه چون با یه مسئله کاملا بروز اون موقع شوخی شده. فکر کنم کتاب دوم و سوم کمتر این خاصیت داشته باشه. درسته. مارا نیستانی چرا از ایران اومد بیرون؟ آیا دلیل خاصی داشت یا اینکه خودت خواستی که بیای بیرون؟ وادار شدم که بخوام که بیام بیرون. شاید بتونم اینجوری بگم دلیلش، بهانش که فکر کنم بارها راجبش صحبت شده و مشخص باشه. یعنی از سال 80 به بعد میتونم بگم، وقتی که دوران اصلاحات رسما غیر رسما تمام شد و با فرمان آقای خامنه‌ای در حقیقت روزنامه اصلاح طلب به صورت فله‌ای بسته شدن، ما فضای کار رو از دست دادیم. فضای کار خیلی بد و بدتر شد و من تصمیم گرفتم که بیشتر متمرکز شم در حوزه کار کودک. همچنان البته گهگودار کارتون سیاسی هم چاپ میکردم. البته اون مدل از کاری رو که ما بهش کارتون سیاسی میگیم شاید هیچ جای دنیا دیگه نگن، اینقدر پوشیده در ایهام و استعاره و سمبل و این چیزهاست که من نمیدونم واقعا چقدر میشه به این سیاسی گفت. ولی بیشتر در حوزه کار کودک و کامیک استریپ کودک کار میکردم و اون موقع بود که ایران جمعه کودک رو شروع کردم. بچه‌هایی که در هفته نامه ایران جمعه بودن میدونستن که من برای کودکان کار میکنم، منو خواستن تا در حقیقت مسئولیت 4 سفر رو به عهده بگیرم. یکی دو سفر اونجا کار کردم تا اون طرح جنجال ساز معروف به سوسک بله. درش روزنامه ایران جمعه هفته نامه ایران جمعه بله بخش هفته نامه ایران جمعه بودش بله بله. و اون سوء تفاهم پیش اومد بر سر لغت نمنه که چرا سوسک این حرف رو زده و بارها توضیح دادم که خب فارسی هم صحبت کرده، اصلا منظور این نبود که این سوسک ملیت داره نژاد داره. وقتی شما کار کودک میکنین آخرین چیزی که فکر میکنین، مخصوصا وقتی کاراکتراتون حیوانات هستن، اینکه اینا ملیت و نژاد دارن، اینا کاراکتر کارتونی هستن. ولی به هر حال شاید سهل انگاری در انتخاب لغت انجام دادم، شاید نظارت خوبی از طرف اون مؤسسه صورت نگرفت، شاید عوامل دیگه دست به دست هم داد. به هر حال اون سوء تفاهم ایجاد شد و زمینه ساز اعتراضات شد و متاسفانه اعتراضات به شکل خیلی بدی جواب داده شد. طبعا همونطور که همه اعتراضات مردمی داخل ایران به این صورت جواب داده میشه و راه حلی که حکومت براش پیدا کرد طبق معمول زندان، کشتن، زدن، بستن بود. من زندان شدم همون اوایل
خیلی از مردم آذربایجان و ترک ها همچنین سرکوب شدند، زندان شدند، کشته شدند و اون فاجعه اتفاق افتاد. وقتی که بعد از 3 ماه موقتا آزاد شدم، عملا فضای ادامه زندگی و کار نداشتم، نامشخص بود، حکم من معلوم نبود چقدر باشه، حکم برای من هنوز صادر نکرده بودن، من ترجیح دادم که از کشور خارج بشم و داستان آوارگی من از اون موقع در واقع شروع شد. مارون ایستانی خیلی کاراش، یعنی خیلی از کارات به حاشیه کشیده شده و بعد درد سرساز شده. مثلا از اون کار گرفته تا به این کار آخر که یه کار حضرت عباس بود که برای درجه ارومیه کار کرده بودی، فکر میکنی منشأ این مشکلاتی که برات پیش میاد چیه؟ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم این ملغمه‌ای از همه اینها باشه. حالا مشکل را ریشه‌اش رو من در دو، هم در خاصیت خود کارتون میبینم، در این رسانه‌ای که یا این هنری که به هر حال در رسانه داره مطرح میشه، در رسانه جمعی، در اینترنت، در روزنامه و مخاطب عامی داره، مخاطب وسیعی داره و تعبیل برانگیز هست و هر کسی میتونه از این تعبیل و تفسیری داشته باشه. بنابراین یه مقدارش به خود این هنر برمیگرده که مخصوصاً روی بعضاً خطوط قرمز و حساسیت رو حرکت میکنه و شوخی میکنه و نمیگم همیشه انتقاد میکنه، گاهی اوقات فقط شوخی میکنه، گاهی اوقات انگولک میکنه قضیه رو و گاهی اوقات نقد میکنه و به هر حال تارهای حساس جامعه رو میلرزونه یا به مواردی نزدیک میشه که شاید جامعه خوشش نیاد. همونقدر که جامعه یا مردم یا بخش از مردم از این که میبینن جاهای کارتون داره چیزهایی رو در حقیقت نقد میکشه یا به شوخی میکشه که اونها هم راجبش نقد دارن، خوشحال میشن و همون اندازه وقتی احساس میکنن که کارتون چیزی که اونها بهش اعتقاد دارن رو مورد حمله قرار داده یا مورد موضوع قرار داده، ناراحت میشن. و البته به نظر من عامل دیگرش روحیه ما هست که تحمل پذیرش شوخی، نقد و این قبیل مسائل نداریم. خیلی ما معتقدم خیلی ما آدمای راحتی نیستیم، شاید به خاطر فشاری که بهمون وارد شده. وقتی شاید اینجوری بتونم بهتون توضیح بدم، وقتی که شما زیر فشار یک پوتین قرار دارید و رو سرتون داره فشار میاد، شاید خیلی حوصله نداشته باشید که راجع به مارک پوتین باهاتون شوخی بشه یا نمیدونم سردتتون باهاتون شوخی بشه یا اون راجع به اون وضعیت باهاتون شوخی بشه. خیلی تحملشو ندارین. این فشارها شاید تحمل شما رو کم کرده. یه مثال دیگه براتون میذارم، نمیدونم شما این چیزا رو دیدین یا نه، این دوربین مخفی ها رو دیدین، نمونه خارجیشو و نمونه داخلیشو. من بارها دیدم موردا و سوژه‌های مشابهی رو که اینا دوربین مخفی قرار میدن در نمونه داخلی به دعوا کتککاری کشیده، در خارج کمتر. میگم در آخر نمونه های مثلا خارجی، اونی که تو استرالیا اتفاق افتاده، توی آمریکا، توی فرانسه، با یه لبخند تمام میشه، ولی توی ایران من بارها دیدم تلویزیون پخش کرده که دست به آخرش بودن. برای اینکه مردم تحملش رو ندارن. بله. نمیخوام مقصر بدونمشون، شاید شرایط باعث شده، شاید بخشش هم فرهنگی است و به قوه به عدم پذیرش ما برگرده. به هر حال اینطوریه. پس با این شرایط، یعنی با این شرایطی که الان وجود داره، مانا نیستانی خود سانسوری هم میکنه؟ البته حتما همینطور، حتما خود سانسوری خواهم کرد، میکنم و خواهم کرد. بخشش ناخودآگاهه. درسته. خیلی سعی کردم در این 2-3 سالی که، مخصوصا در این 1 سالی که لااقل وضعیتم ثبات پیدا کرده و ترس هام کمتر شده، بر بخشی از این خودسانسوری ها غلبه بکنم. اولا البته افراط و زیاده روی رو در خیلی از موارد دوست ندارم، ذاتا خوشم نمیاد. یعنی فکر نمی کنم که صرف تابو شکنی همیشه ارزشمند باشه، برای اینکه برای من تأثیری هم که میذاره لااقل مهم هست. یعنی خیلی برای من مهم هست که آیا تأثیر مثبتش بیشتر یا منفی. و در این حال اما به هر حال در ایران بزرگ شدم، پرورش پیدا کردم و یک چیزایی از کودکی به خوردم رفته، با آموزش، با نوع آموزش که داشتم، با تربیت اجتماعی و فرهنگی که داشتم، با جامعه‌ای که من رو اون طور بار آورده، طبعا خودسانسوری به خورد من رفته. من یه بار برای مخاطبین
غیر ایرانی پرزنتیشن میدادم، یه سخنرانی میدادم، براشون اینجوری توضیح دادم، گفتم شما فرض بکنین که خطوط قرمز در ایران مثل یه زنجیره یا یه سری رشته های لیزر، سنسورهای لیزر باشه که توی فیلم اینترپمنت مثلا کاترین زتا جونز از لابلاش سعی میکرد رد بشه، یه تمرین میکرد، تمرین های آکروباتیک میکرد، سعی میکرد از لابلای اونا با حالت رقص مانند رد بشه و این حرفا. البته ما همون کار رو توی ایران انجام میدادیم، مسلما به جذابیت و خوشگلی کاترین زتا جونز نبودیم، قابل مقایسه نیست، ولی خب حرکتمون مثل همون بود. و الان هم که اونها نیست، اون در حقیقت رشته ها و اون سنسور ها وجود نداره، بدن ما با اون حرکات عادت کرده. ما توی خیابون هم میخوام عادی را بریم، همچنان با آکروبات و موج و پیچ حرکت برمیداریم. خیلی طول میکشه تو یواش یواش را رفتن طبیعی رو یاد بگیریم، اگر همچنان روزی اصلا برسیم. مولانا استانی، این قضیه کاریکاتوری که الان تو داری میکشی همش سمت و سوق سیاسی داره. به نظر تو اگر ما مشکلی تو سیاستمون نداشتیم، مولانا استانی همینجوری کاراش جذاب و جذابتر میشد؟ آیا فقط موفقیت به خاطر داشتن مشکلات ما تو سیستم سیاسی، یا اینکه نه اصلا میتونه ربطی نداشته باشه؟ خیلی از کاریکاتوری که من کشیدم، لااقل خیلی از کارتون هایی که کشیدم، خیلی از کاریکاتورهایی که کشیدم، خودم خیلی سیاسی اتفاقا نمیدونم، معمولا خیلی عمومی تر کار میکنم، ولی در فضایی ترسیم میشن که مصداق های سیاسی مشخصی پیدا میکنن. گاهی اون مصداق های سیاسی به من انگیزه میدن که اون کار رو بکشم، و در دوره خاصی هم کار عرضه میشه و طبعا تعویل های سیاسی قوی تر هست. ولی اگر 6 ماه 7 ماه 1 سال بعد نگاه بکنید، بازبینی بکنید، اون حس کلی رو بگیرید، اون معنی کلی رو بگیرید، خیلی دیگه مصداق یادتون نیاد. ولی در لحظه طبیعی هست، مخاطب نگاه میکنه میگه خب این مثلا موسویه، یا این کروبیه، یا این فلان مقامه، این آقای تیمسار نمیدونم فلانه، این آقای سردار فیروزآبادیه، یا نیست یا هست. بعضی از کارها هم انحصارا خب راجع به مسئله سیاسی هست، یا یه واقعه اجتماعی هست، یا مثلا در مجموع درگیرها کار میشه که بروزتر هست و مشخصتر و اسپسیفیکتر در رو سیاست کار میکنه. طبعا سیاست الان که چه عرض کنم، سالیان ساده برای مردم ما و کشور ما مسئله و موضع اصلی بوده. در کشورهایی که شما میتونید یه انتخابات آزاد داشته باشید، منتخبینتون رو به در حقیقت سر کارها مناسب بفرستید و بعد حاصل کار اونها رو بشینید نقد بکنید، راجبش حرف بزنید، شاید سیاست یا سیاست زدگی اینقدر مسئله اول نباشه یا موزل نباشه. ولی در کشور ما که حتی این حرکت اولی و ساده هم انجام نمیشه. طبعا سیاست خوراک ذهنی همه است، از توی تاکسی بگیر تا توی خونه ها تا توی اینجور. میخوام بگم سیاست مثل یه هشت‌پایی هستش که بازوهاش رو گسترش داده و همه چیز، همه جنبه زندگی ما رو روش چنگ انداخته، گریزی ازش نیست. فرهنگ ما، هنر ما به سیاست آلوده شده. شما میخواهید موزیک رپ کار بکنید در ایران، شما یه کار سیاسی داری میکنید. شما میخواهید راجبه، خیلی بامزه بود، یه نفر از دوستان من میگفتش که به کارمندای وزارت نفت و غیرازاله گفتن راجبه آلودگی یا جنس بد بنزین صحبت نکنید. آیا این چیز سیاسی است؟ فی نفسه های سیاسی است؟ آیا درباره کثیف بودن یا بد بودن، نامرغوب بودن بنزین آدم صحبت بکنه؟ در ایران در شرایط این عمل یک جرم سیاسی میتونه محسوب بشه، یا لااقل برخورد باهاتون بشه که انگار کار سیاسی کردید. یعنی این قضیه اینه که سیاست در همه چیز خودش رو داره به رخ میکشه و چنگ انداخته، و در حالی که برای من اتفاقا اخبار سیاسی، اتفاقات سیاسی و سیاست واقعا فرق قضیه و اهمیت هست. اصلا علاقه من نیست، من علاقم فرهنگ. من فیلم دوست دارم، ادبیات دوست دارم، سینما دوست دارم، موزیک دوست دارم، تئاتر دوست دارم، و متاسفانه برای اینکه در ایران بخوایم همه اینها رو در دست داشته باشیم و بدون سانسور استفاده بکنید و نوع دیگری فکر کنید و بیاندیشید، یک کار سیاسی کردید. یعنی به نظر شما تمام مشکلات موزلات ما به سیاست میتونه برگرده؟ به نظر من یه تبادلی است بین این قضیه، یعنی فرهنگی و سیاسی است و اجتماعی است، و همه اینا در هم تأثیر میذاره. یعنی
نمیتونم بگم که بعد سیاسی هست، اما من سیاست رو ناشی از سیاست مداران نمیدونم. به نظر من وضعیتی که سیاست مداران ما دارن هم براین و بازتاب دهنده بخشی از تفکرات و روحیاتی هستش که در بخش از جامعه ما وجود داره. یعنی چیزی نیستش که از کره مریخ ما اومده باشه، از جای دیگه به کشور ما اومده باشه. من اعتقاد ندارم که انگلیس و آمریکا یا روسیه یا کیوکی دستچین کردن سیاست مداره ما رو 30 سال 40 سال 50 سال یا هر قدر اینا رو گذاشتن توی اینا. از کشور ما به هر حال از تفکراتی که وجود داره در حقیقت روش کردن به اینجا رسیدن و بخش زیادی از این قضیه رو من فرهنگ و در حقیقت اخلاقیات و مسائل اجتماعی ایران میدونم و برای همین هم میگم که خیلی از کارهای من که سیاسی تلقی میشه به طور ریشه سیاسی نیست، داره یه مسئله فرهنگی رو یا در حقیقت یه مسئله اجتماعی فرهنگی رو نقد میکنه. بله مانو جان، تو خیلی پرکاری، یعنی که من به نسبت کاریکاتوریستای دیگه که میبینم خیلی بیشتر کار میکنی. میخوام بتونم این دلیل پرکاریت به خاطر دغدغه‌های فکری اجتماعی یا سیاسیته یا به خاطر مسائل مادیش هم هستش؟ طبعا ببخشید خواستم بگم دغدغه شبیه فکر کردن آقای جنتی شو دغدغه مالی همیشه بوده و انگیزه خیلی مهمی هست. اگر احساس کنم که با 10 تا کار در ماه کاملا خرجم تأمین میشه، شاید 30 تا کار در ماه نکشم، شاید. البته متاسفانه کاریکاتور اگر بخواید به صورت حرفه‌ای بهش نگاه بکنید و منبع درآمد بخواید باشه، شما به عنوان کارتونیست ایرانی مخصوصا وقتی خارج از ایران دارید زندگی میکنید نیاز دارید که پرکار باشید. در این حال ولی با این حال میتونم بگم سعی کردم که یه تنوعی درش ایجاد بکنم. یعنی اگر مخصوصا وقتی که به من پیشنهاد شد در مردمک کار کنم، خودم این پیشنهاد رو کردم. از اول ایده این نبودش که به این شکل درگیرها کار بشه، قرار بود چیزی مثل رادیو زمان کار بشه. درگیرها از مردمک شروع شد. بله بله، 3 سال پیش فکر کنم، دقیقاً بعد از جریانات بعد از انتخابات شروع شد. به من پیشنهاد شد که با سایت کار بکنم و ستون کارتون داشته باشم. من دیدم اگر بخوام 10 تا کار در ماه رو بکنمش 20 تا با همون شکل و همون صورت برای خودم خسته کننده است و کشش رو ندارم. بنابراین پیشنهاد کردم که تفاوت ماهوی داشته باشه، اصلا یه مقدار به جنبای فانتر بپردازه، یه مقدار عامتر باشه، یه مقدار مردمی تر باشه و اصلا جنس شوخی فرق بکنه، شخصیت ثابت داشته باشه. یعنی سعی کردم اینجور تنوع رو برای خودم ایجاد بکنم که احساس نکنم که دارم سری دوزی میکنم. در این حال معتقدم نیستم که اگر شما ماهی یک دونه کار بکشید در کار کاریکاتور الزاماً تخم طلا گذاشتید و اون بله. یک دونه بهترین کار خواهد شد. بخشی از این کار اگر میخواهید کیفیت درش به وجود بیاد، باید کمیت هم بالا بره. یعنی اگر 10 تا کار در ماه بکشید، این شانس هست که 3 تا کار خیلی خوب داشته باشید، 4-5 تا کار متوسط و همیشه میخواه 4-5 تا کار ضعیف خواهد. درست. الان در مورد خانواده درگیرها صحبت شد. ما سوال فیسبوکی تر میکنیم واسه برنامه‌مون. بله. خانومی به اسم خانم، من یادداشت کردم، آزرم نوروزی ازت سوال کرده که مانه عزیز خواستم بپرسم اصلا طرح اصلی کاریکاتور خانواده درگیرها دقیقا از کجا اومد؟ چی شد که اصلا تبدیل به درگیرها شد؟ این سوالی بود که این دوست عزیزم کرده بود، اگه جواب بدید. خواهش میکنم. یه بخش رو توضیح دادم که با مردمک بله. شروع شد بله. و به اون صورت بود، ولی پیشنهاد بچه مردمک این بود که شخصیت اصلی یک دختر خانم باشه، برای اینکه معتقد بودن که اصولا جنبش سبز حرکت مردمی خیلی مدیون حرکت زنان جامعه هست و کمتر به اینو پرداخته شده. منم کاملا موافق بودم، ولی احساس میکردم که شاید اگر یه خانواده موضوع کار قرار می گرفتند، تم هایی که میشد باش کار کرد وسیع تر باشه یا آزادی عمل من با عنوان کارتونیست بیشتر باشه. پیشنهاد کردم که یه خانواده موضوع قرار بگیرن، ایده باشند، اتوتایی کردم. پیشنهاد دوستان مردمک، یکی از دوستانی بود که اسم خانواده یه چیزی بود که فراموش کردم، یه مایه ملوث بود یه چیزی بود که حالت
خیلی که منفی بود یا یه حالت آلودگی توش داشت بیشتر از این که من پیشنهادم درگیر باشه، درگیرها باشن. اتوتا را زدم و کار شروع شد و بیشتر با دختر و پسر خانواده و پدرشون که یه چیز آویزون و معلقی بین سنت و مدرنیته این حرفا بود، مثل همه اکثر افراد جامعه ما که نمیدونن یه جای خیلی مدرن میخوان برخورد کنن یه جایی خیلی سنتی هستن. با اینها شروع شد. بعد کارکتر پدر بزرگم در کنار بود، اون حاشیه ادویجات بود. بعد سعی کردم که یه مقدار جفت‌گیری های جامعه خودمون رو و یک سری تندروی هایی که داره صورت میگیره، یک سری نکات خنده‌داری که هست رو در کاراکتر پدر بزرگ نشون بدم. بعد دیدم که اتفاقا مردم با این جنبه های کاراکتر پدر بزرگ خیلی خوبتر ارتباط برقرار میکنن، بیشتر همزادپنداری میکنن. این خیلی جالب بود. یعنی اوائل بیشتر برای من قضیه لقمان حکیم رو داشت و ادب است که آموخته از بیادب، ولی معلوم شد که خب اتفاقا اگر بیادب باشی یه مقدار جذابتر است. میتونم بگم کاراکتر پدر بزرگ دستخوش تغییرات شد با این برخوردی که مردم کردند. هنوزم این نگاه رو من بهش دارم، یعنی هنوزم به نظر من کاراکتریست جوگیر، کاراکتریست که تندروی میکنه، اما نگاه هم شاید اینجوری تغییر کرده که خب به هر حال این بخشی از وجود ما هست، تاییدش نمی کنم ولی درکش میکنم. درست. در کنارش نکات مثبت هم داریم، در کنارش موجود شجاعیه، آرمانگرا هست و اینها رو هم داریم و بالاخره همین ضعف هاست که من فکر میکنم این کاراکتر جذاب میکنه و قابل دسترس میکنه برای مردم. خیلی طرفدار داره این درگیرا و خود یکی از درگیراش هم که یک تر این آخریا کشیدی به اسم فراموشی. بله. خیلی به نظر من کار زیبا، یعنی کارات که ماشاءالله همه زیباه، ولی این کارت رو دوست دارم یه ذره خودت بیشتر در موردش توضیح بدی. دو سه هفته میگذره از اینکه این کاریکاتور و این کارتون از درگیرها کشیدم، یه مقدار باید زوم بک کنم رو چی شد که طبعا یکی از مسائلی بود که ذهنم رو مشغول میکرد. من همیشه به جنبش سبز ایران ارادت داشتم و همیشه هم در این حال تاکید کردم که این قضیه برای من فردی یا چیز نبوده، یعنی شخصیتی نبوده. من هیچ وقت نمیتونم بگم که یک فن شخصی آقای کروبی یا موسوی بوده ام یا در بست سیاست و حرف اینها رو پذیرفتم. کاملا نقاط افتراق مشخصی دارم در نوع نگاه و نوع تفکر. هیچ وقت به دوران طلایی امام راحل اعتقاد نداشتم. همیشه گفتم اصلا هیچ چیز طلایی در اون ندیدم. در این حال احترام قائلم برای آقای موسوی که اعتقاد داره به اون دوران طلایی. هر انتقادی که داشتم ولی نمیتونم انکار بکنم برخوردی رو که این دو نفر در وقایع بعد از انتخابات داشتن، برخورد شجاعانه‌ای که داشتن، نمیتونم این شجاعت رو انکار بکنم، نمیتونم این پایداری رو انکار بکنم و احترام قائل بودم. یعنی اصلا نمیتونم این برخورد صفر و صد رو بپذیرم. اعتقادات این رو قبول ندارید، گذشتشون براتون سوال داشته داره، بسیار خوب به کنار، اما اینکه کاملا همه چیز رو انکار بکنید رو یا بگی که خب اینا حقشون هست یا اینا باید فلان باشن و بیسار باشن، خیلی دیگه از سیاستمدارا اینا هستن که سیاستمداران داخل ایران هستن که کاملا گوشه عافیت گرفتند و کاملا به دنبال منافع مادی بودند و هستند. به هر حال انگیزه ایجاد حرکت اعتراضی مردم دعوتی بود که آقای موسوی و آقای کروبی کردند و به نظر من نمیتونیم اینا رو فراموش بکنیم و اون کار فقط برای این کشیده شد که بعد از حدود 2 سال یا 3 سالی که گذشته و بعد از تقریبا یک سالی که از حصر موسوی و کروبی گذشته یه یادآوری بشه که اینها رو فراموش نکنیم. میدونم که مردم اونهایی که داخل ایران هستن و در اون جریان ها شرکت داشتن فراموش نمیکنن. این فقط حکم یادآوری دیگر داشت. سلحشور. آه.
توکا. برادر بزرگ. گل آقا. ریش سفید. ایران. تناقض. فیسبوک. خانه. حسر خانگی. موسوی کرو. کاریکاتور. همسر دوم. همسر اول. علی کریمی. عشق دوم. بله. علی کریمی. علی کریمی جادوگر. خیلی کلیشه‌ای شد، همون چیزی که همه میگن رو من گفتم. درسته. سانسور. سانسور. زندگی. خودنویس. نیکان یک کسر. آقای سرکوب منش. صدحشور. مرسی، مرسی مالاجا، خیلی لطف کردی که برنامه کنید اومدی، خیلی خوشحال شدیم، امیدواریم که بتونید در برنامه های بعد هم در خدمت باشیم. متشکرم، مرسی.